اصل ولایت فقیه، شورای نگهبان و تطابق قوانین رو با اسلام حذف کنه. و مشکل همین سه تاست، همین جاست که ایدئولوژیک میکنه حکومتو. پس این رفراندوم نیست، این نوع انتخابات در اون گروهیه. رفراندوم دوم این است که بزنیم این حکومت بپاچه، همه همدیگر رو بکشن، کشور خسارت ببینه، بعد پسر شاه برگرده میگه ما ایران رو پس میگیریم. مگه ما مردیم؟ اگر تو میشی شاه، منم میشم محسن چریک، میشم محسن چریک. اینجوری نیست که ما همه عمرمون رو بدیم بذاریم پسر شاه برگرده. و نکته آخر، یک هم رفراندومیست که ما میگیم. رفراندوم ما اینیست که آقا یک دونه رأی بیایید همه با هم بریم بدیم، حتی اصولگرا هم لازم داره عبور کنه از این انسدادی که پیدا شده. روحانیت، بسیج، سپاه، اینا خانواده دارن، اینا بخشی از ایران مان، ایران مال همه است. بذارید وقتی تعادل قوا برقرار شد، وقتی تظاهرات، اعتصابات، ناتوانی همین حکومت در بقا بود، با یه رأی بگیم آقا ایران همین ایران، ولی بدون حکومت دینی. بذار ایران مال همه ایرانیا باشه. هی متهم نکنین که هر کی بیانیه داده به آمریکا وابسته یا پسر شاه وابسته. پسر شاه بگه سلطنت هیچی، منم میرم کنارش پای میستم، میگم حالا دوتایی یه شهروندی. ظاهرا همین رو گفته، یعنی نمیگه.